سلام آقای دکتر هلاکویی. سلام، بفرمایید. فقط اولش میتونم بگم مرسی که هستین و پناه ما ایرانیای بی پناه. لطف دارید، قربون شما عزیز. خیلی خوشحالم که صداتون میشنم. ممنون از محبتتون، بفرمایید. خواهش میکنم. من 67 سالمه، شوهرم 70 سالشه. ما 3 بچه داریم، یه دختر 44 ساله و پسر 41 ساله و دختر 40 ساله. 2 نوه دارم، یه نوه دختری و یه نوه پسری. نوه دختری 10 سالشه و نوه پسری 6 سالشه. من میخوام راجع به نوه 6 سالم و پسر 41 سالم صحبت بکنم. این نوه پسری شماست؟ نوه پسری منه. و بعد همسرشون ایرانیان یا غیر ایرانی؟ نه، همسرش ایرانی بودن. بودن. الان براتون توضیح میدم. آقای دکتر، حدود 7 ماه پیش پسرم به همراه عروسم و نوه‌ام تصادف میکنن و متاسفانه عروسم فوت میشه. و این اتفاق جلوی چشم دختر 6 سالش میافته. و دختر 6 سالش ناظر تمام جریان تصادف بوده، سر خونی مادرش میبینه، اوشانس میاد، آتش نشانی میاد، همه این مسائل میبینه. با توجه اینی که بچه خیلی زبلیه و خیلی مسائل زود میگیره، ما حدودا ما بهش نگفتیم که مادرت فوت شده وقتی تصادف کرد، گفتیم مامانت حالش خیلی بده و بیمارستانه و نمیتونه حرف بزنه، چشاشو وا کنه. میگفت منو ببرین پیشش، چشاشو باز کنه، باهاش حرف بزنیم. ولی میگفت ببخشید منو، چه مدت قبل این اتفاق افتاده عزیز جانم؟ من چون وضعیت شدم باید بگم چه مدت قبل این تصادف اتفاق افتاد. حدود 7 ماه پیش اتفاق. آقای دکتر من صداتون ضعیف دارم. نه، 7 ماه پیش اتفاق افتاده جانم. این اتفاق در امریکا افتاده درسته؟ نه خیر، نه، این اتفاق در ایران افتاد. من الان حدود 2 ماه اومدم امریکا به خاطر خونه یکی از دختران. حالا اون که مهم نیست، در سوال من این است که خب این دختر خانم هنوز خبر نداره مادرش فوت کرده؟ نه، خبر داده، داشتم توضیح میدادم براتون. ما بهش نگفتیم مادرش فوت شده، تمام مراسم اجرا کردیم و اینو تو هیچ یک از مراسم نبردیم. هفته اول بردیمش پیش مشاور، مشاور با داستانا بهش مسئله که مثلا عروسکی مادرش فوت شده چطوری با داستان براش تعریف میکرد و به مشاور میگفت میدونی ما تصادف کردیم، فقط همینه. جلسه دوم مشاور گفت آمادگی داره که این به بچه بگیم، ولی 1 ساعت بعدش به ما گفت که همه چی رو براش توضیح میدم، ولی وقتی میام روی مسئله خودش که راجب مادرش بگم میگه میشه راجبش صحبت نکنی. خلاصه اینو کم کم ما برگشتیم خونه، من به همراه پسرم و نوام برگشتم خونه پسرم. کم کم پدرش بهش گفت که دیگه مامانت نیست و ما دوتا با هم دیگه باید زندگی کنیم. مامانت فرشته شده رفته تو آسمون و از این حرفا. و بعد من همراهشون بودم تا حدود 40 روز دیگه آمادش کردیم و بچه به همراه پسرم و من رفتیم سر قبرستون که مزار مادرش نشون بدیم، زمانی که عکس مادرش زده بودن رو سنگ و اسم مادرش گفته بودن. البته بگم مادرش هم 40 سالش بود که این اتفاق افتاد. من وقتی وارد قبرستون شدم بهش گفتم ببین این سنگا قبر، ببین این بچه ها رو، ببین این بچه ها مامانشون فوت شده، الان میان با مامانشون حرف میزنن، مامانشون فرشته شده تو آسمون، اون ما را میبینه، اون خوشحال از این توضیحات. بچه هم گلایی که مادرش دوست داشت خرید، رفتیم سر قبر، من عقبتر نشستم و نوام به همراه پسرم رفتم سر قبر. مزارش شد، گلا رو دور صورت مادرش چید، میگفت من صدا مامانم میشنوم، میگه من تو بابات دوست دارم، صورت عکس مادرش بوسید و هیچ گریه نکرد. یعنی
باباش که گریه کرد بدو بدو اومد پیش من و گفت بیا بابام داره برام مامانم گریه می کنه. و این بچه هیچ گریهی برام مادرش نمی کنه. ما وقتی برگشتیم خونه آقای دکتر هیچ یک از وسایل خونه رو دست نزدیم، عکس مادرش، عکس عروسی مادرش، دمپایی مادرش، لباس مادرش، همه سر جاش. بعد کم کم اون موقعی که جا به جا گفتم اون موقعی که پسرم بهش گفت می آمد عکس مادرش نوازش میکرد، میگفت این مال مامانم بود، مامانم این آهنگ دوست داشت، مامانم صدای جوق دوست داشت، از این حرفا. و نشست برای من تمام صحنه تصادف یه شب برای من تعریف کرد که این اتفاق افتاده. یا این که میگفت، فقط میگفت من دلم برای مامانم تنگ میشه، من بغلش میکردم، میگفتم دل منم برای مامان تنگ میشده ولی متاسفانه نمیتونیم اونو ببینیم. آقای دکتر این اتفاق که افتاد ارتباطی هم با خانواده مادرش نداره، چون اونا پسرم مقصر میدونن چون این راننده بود. حالا تو اتاق خوابش آقای دکتر نمیخوابه، میگه من اگر بخوام تو اتاق خوابم بخوابم یاد مادرم میفتم و بغض میکنم. خیلی نگران پدرش هست که پدرش سالم بمونه. حتی یه روز بعد از اینی که فهمید مادرش مرد اومد به من گفت که تو به من قول میدی که هیچ وقت فوت نشی؟ گفتم قول میدم که هیچ وقت فوت نشم. پسرم خیلی ناراحت، احساس گناه میکنه، گریه میکنه و خودم هم شدیداً ناراحتم. یعنی مثل که رابطه من و عروسم خیلی خوب بود، مثل که بچه خودم از دست دادم. یعنی همین الان که دارم حرف میزنم همینطور اشکام میاد پایین، بدون این که حتی بخواب گریه کنم اشکام سرازیر میشه. آقای دکتر خستتون نکنم، من الان دو تا سوال دارم. میخوام ببینم من تا کی و چطوری از این بچه حمایت کنم. البته بگم اینم فراموش کردم، بعد از این جریان من اسباب کشی کردم اومدم واحد روبروی اینا، یعنی واحد روبروی پسرم و نوم، اونجا زندگی میکنم، زندگی میکردم، الان آمریکا و یک ماه دیگه برمیگردم، تقریبا سفری دیگه زندگی میکنم. میخوام خودش و پدرش تنها باشن و من در کنارشون باشم، هر وقت بخواد بیا در بزنه، بیاد بشینه پیش من بگه قصه برام بخوند، بازی بکنه، خیلی از این جهت باهاش همراه هستم. یکی میخوام، سوالم اینه، یکی میخوام ببینم. نه سوالتون چیه؟ با این شوکه وارد شده خودم چه کار بکنم؟ هیچ. و سوال اصلیم اینه نه آخه صبر کنید آخه عزیز، نه صبر کنید. ببینید شما کارهایی که کردید بیشترش خوب و مفید و درست بوده، ولی ما دقیقا نمیدونیم خوب و مفید و درست کدامه کدام نیست، برای که مهم برداشتیست که نوه شما میکنه از ماجرا و بنابراین اونه که مطرحه. ولی با توجه به توضیحاتی دارید خیلی کارا چیز نبوده. البته من فرض کنید مجبورم چون رو خط رادیو هم. شما قرار نبوده بیاید امریکا، برای اینکه ببینید او یه تعمیم ذهنی دارم طور که به شما گفته که مادرم رفت، خب حالا مادر بزرگم هم میره، بابام هم میره، من میشم تنها تو این دنیا. و به همین جاست که به شما گفته تو باید به من قول بدی که نمیمیری. کار شما قرار نبوده قول بدی، من رفتم از که معلوم نمیمیرم، من منتظرم تو عروسی کنی، بعد میخوام ببینم بچه چند تا میخوای بیاری، مثلا پسر میخوای، دختر میخوای، چند تا میخوای. بعد یه قول باید به من بدی که تو عروسی اونا من اول با عروس یا داماد حرف میزنم، بغلشون میکنم، بعد تو میای. بعد نه، یعنی یه جوری ماجرا رو میسازید که ما آینده داریم، من زنده هستم، تو بزرگ میشی، تو ازدواج میکنی، تو بچه دار میشی، من تو ازدواج بچه های تو اونجا خواهم بود، من دارم از تو قول میگیرم که اول من عروس رو یا داماد رو میبوسم بعد تو. اینو با هم حل کنیم که به او یه اعتماد و اطمینان میدید که این زندگی ادامه داره، همه هستند، همه خواهند بود، همه خوب و خوش هستند.
بنابراین فرض کنین مسافرت شما حالا که میبینه مادر بزرگش نیست مسئله است براش، یعنی یه نوعی به من میگه که شما هر چه زودتر باید برگردید و از این سفرام نرید مگر با او باشه. یعنی این قسمت رو میخوام به شما بگم، یه مقدار میدونیم چون بچه ها تو این سن از یه ذهنیتی که به اصطلاح حالا در نظر فلسفی قیاسه ولی از یک به یک حرکت میکنن، در یه چنین شرایطی بزرگترین مسئله بچه‌ای که عزیزش رو از دست داده، که مثلا مادرش رو از دست داده، این که بابام از دست بده، این بزرگترین مسئله‌ش برای سالهای سال و در رویاهاش یا در کابوسهاش خواهد اومد و گرفتارش میکنه. اینا رو میشناسیم. بنابراین موردی که الان مایل هستم اول خدمتتون عرض کنم این است که یه مقداری باید همیشه همه دور برش باشن، یعنی اینکه شما رفتید در مقابلش خانه اونجا دارید بسیار انتظار خوبی، اما شما قرار نیست این داستان مادرش رو یادآور بشید، یعنی همه چی باید جمع بشه. اتفاقا درست برعکس، دلیل نداره که عکس میتونه تو اتاق خودش باشه، تو کشوش باشه، هر وقت دلش خواست بره عکس مادرش رو ببینه، اما قرار نیست به در و دیوار باشه، چون در حقیقت دائما هی داره تکرار میشه مادرت. بعدم چی به ذهنش میاد؟ مادری میاد که خوشحال شاداب رفته بیرون خرید برمیگرده؟ نه، تصادفش میاد، اون حالت به وجود میاد. بنابراین ما برای این مدت کوتاهی خیلی کم اینا رو نگه میداریم، ولی بعد بعدم باید برن. یعنی ما وفاداری رو نسبت به اشیایی که مرتبط به فرد متوفا هست رو نباید ادامه بدیم، و مطالعات نشون میده که اون در حقیقت هی یاداوری است و یه درد و رنج رو شما به خاطر میارید، مثل یه حادثه تصادفی که او به خاطرش بیاره، و کم کم باید کاری کرد که تجربیات تازه که در زندگیش هست بره رو تجربه قدیم قبلیش، یه نوعی بشینه که اونو آزارش نده. بهمجاست که نوه شما با دائما با چهار تا دوستش درگیر باشه، هیچ روزی تنها نباشه، خونه خودش با خودش نباشه، سه تا چهار تا دوستش باشه، بقیه باشه، درگیر فعالیت‌های مختلفش بکنید که این تجربیات بیاد سراغش، تا اینکه ما بخوایم یه مقدار این ماجرای یادآوری مادر و مرگ مادر باشه. مهم نیست، اون در ذهنش هست، همیشه هم خواهد بود، 50 سال دیگه هم خواهد بود. بعد البته نوه شما یه ذره سنش که بره بالاتر یه کار ای بسا 100-200 جلسه ای داره، اونم وسیله متخصص که بتونه تا اونجایی که ممکنه این آسیب رو که در وجود و بدن روانش هست رو به نوعی با توجه به همکاری که اون میکنه و نوعی که هست ترمیم کنه، ولی اون کار مال الان نیست، مال آینده است. بنابراین بسیاری از کارهایی که شما کردید کار درستی بود. البته من مثلا یه دو دلی دارم که شاید نباید میرفتید قبر مادرش رو میدید، مگر به یه دلایلی اصرار میکرد یا فکر میکردید باور نمیکنه فوت کرده، و الا اون سبب میشه که مثلا یه توهم و تصوری داشته باشه که چون مادر برای او زنده است، برای مادر که برای او نمرده، خب این زیر خاکه، خوانا جوری نفس میکشه، چه بر سرش میاد؟ حالا فرض کنید اگر رفته اونجا یه دونه فرض کنید حشره اون دور بر بوده، چرا فکر نکنه که این نمیره سراغ مادرش؟ یعنی میخوام بگم برخی از کارهایی که تو فرهنگ ما عادیه سوگواری شادیه، ولی من با مراسم کفن و دفن و مراسم خاک سپاری و بعدن سر قبر رفتن خیلی موافق نیستم، برای که اینا یادآور از دست دادن هاست. ولی ما متاسفانه چون همه میخوایم ثابت کنیم که همچنان وفاداریم و فراموش نمی کنیم، در حالی که این چیزا بهتر فراموش بشه، برای که تا زمانی که در صحنه ذهن ما هست ما را آزار میده و اذیت کنه. برای من اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم، من در خدمتتون هستم، هر گونه که دلتون میخواست هم گفتگو رو ادامه بدیم، اگر پرسشی هست و یا توضیحی دارید خوشحال میشم که بشنم. لطفا با ما باشید. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید. مجددا سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. سوال من اینه که اولا اینه که من اومدم آمریکا، قبول دارم اشتباه، ولی خب حالا بگمم شاید هم بگین خب بالاخره اون ارجعیت داشت، من مسئله گیرین کارتیه که بعدن شاید بتونم نه من فقط گفتم به خاطر اینکه او الان هیچ کس از دوربرش نباید ازش دور بشه، برای که اون هنوز میدونی چون در ذهن ما از یک سالگی تا حدود 20 ماهگی هر چیزی که رو نمیبینیم نابود شده و دیگه نخواهد بود. یعنی اشکال کار این است که ذهن ما نبودن رو با نیستی یکی میدونه. وقتی یه همچین فاجعه های اتفاق میفته آدم به اون دوران بر میگرده. بنابراین به همین جهت است که فرض کنید بچه ای که پدر مادر جدا شدن یا طلاق گرفتن از اون یکی دیگه اصلا نمیخواد جدا بشه، برای که فکر کنه اگر یه لحظه غفلت کنه اونم رفته،
برای که غیر از این نمیتونه فکر کنه بی دلیل بدون هیچ چیزی که او تقصیر و گناهی داشته باشه این اون رفت. خب این یکی هم میتونه بره، اون وقت بعد من چی؟ به این جهته و الان خب معلومه که شما باید میامدید، مجبور بودید، متوجه هستم، ولی اینو به این دلیل عرض کنم هم برای دیگران هم برای که دوربری ازش دور نشن. یعنی الان پدرش سفر نمیتونه بره، اگر میره با دخترشو با خودش ببره. البته الان جای خودم خواهرم و دخترم پیشش هستم که خودشم میدونه، یعنی همینجا هم گفته مادر بزرگ داره میره که بعد منو ببره آمریکا. خب اونو برای این داره نه، ببینید اینو برای این میگه برای که میخواد خودشو قانع کنه که شما نرفتید و از بین نرفتید، ولی معناش این نیست که اثر منفی نداره. ببینید شما میتونید به جای خودتون 25 نفر هم بگذارید قبول، ولی من چون روی خط رادیو هستید عزیز، اصلا تو این گونه موارد نمیشه چونه زد یه جوری درستش کرد. نه، بچه به مجرد که مادرش رو اینجوری از دست داده، مادر بزرگ رو نبینه، فکر کنه اونم رفت، دلیل نداره فکر کنه 25 نفر دیگه هستن. بحث اون نیست. به همین جهت است که من خدمت دوستانی مانند شما عرض میکنم اگر بچه این نوع نگرانی هایی رو داره، شما که الان تو آشپزخونه هستید بهش بگید ببین من میخوام برم اتاق خواب، بیا اتفاقا کمک من بکن، نه اینکه از آشپزخونه برید اتاق خواب اون دفعه بیاد آشپزخونه ببینید شما نیستید. برای که در همون آن مثل آدمی است که فکر کنه بچه‌ش رو دزدیدن یا بچه‌ش رفته تو خیابون فکر میکنه. یعنی مسئله یه کودکی است، اونم تو این سن، که ذهنیت تعمیم یا اوور جنرالیزیشن داره که باید اونو مواظبش بود. به همین جهت است که در این گونه موارد قرار این هست که یک، چون مهم اینه، یک کسی ازش فاصله نگیره. اینکه الان حتی بگه من میخوام تو اتاقی باشم که پدرم هست، حتما باید این کار کرد. روی تخت نیستن، بدنشون به هم نمیخوره، ولی توی اتاق میتونن باشن. و دوم پدر هر جا که میره او رو با خودش میبره، نه قصدم وقتی کاره، ولی در اون جایی که ممکن هست. و دومی که علائم و نشانه‌های گذشته باید به تدریج کنار گذاشته بشه. این همون چیزیست که ای خاطر عزیز تو باشه در ایران ما هم برخوردها درست بود که خیلی از وقت آدم ها تا چله یه کاری میکردن بعد اون رو کنار میذاشه. این داستان اربعین به معنی چهل دیگه، و یا بعد از یک سال یا مثلا نوروز که میامد حالا دیگه لباس مثلا مشکی رو در میوردن، دنبال یه فرصتی بودن که حالا به نوعی این اجازه تغییر داده بشه، برای که ما قرار زندگی کنیم نه اینکه با مرده ها زندگی کنیم. آقای دکتر به نظر شما حالا من که برگردم همین مسئله که فرمودین عکس‌ها را جمع میکنم، لباس‌هاش را جمع میکنم، به نظر شما اصرار کنم تو اتاق خواب خودش بخوابه یا اینکه اتاق خوابش عوض کنم؟ نه، هر جا که دوست داره. ها نه، اتاق خواب خودش مقصودتون چیه؟ اونجا باید مگر با مادرش که نمیخوابید؟ اتاق خواب خودش بود. نه، اتاق خواب خودش داشت، ولی تا وقتی من بودم پیش من میخوابید یا میرفت پیش خودش؟ من فکر میکنم که بهترین کار اینه که خودم برم بوکس میکنم. نه نه نه، کاملا باید کنار شما یا پدرش باشه. بله، اصلا هیچ مسئله ای نیست. بنابراین حتی شما و پسرتون میتونید دعوا کنید سرش که امشب تو میگه برو من یا میگه اونجا نخیر من یه 5 تومانی بهت میدم و بیا پنو من. یعنی تبدیلش کنید به یه بازی که به هر حال خاطرش آسوده باشه. حتما هستی داری نه نمیتونه بچه با اون ضربه و آسیبی که خورده، شما گفتم سالهای سال باش مسئله داره. این از اون چیزهاییست که بهش میگن وحشت بعد از حادثه یا فشار روانی شمایی بر اساس پست تروماتیک استرس دیسوردر، اصلا یه بحث شناخته شده است. و همونطوری که خدمتتون عرض کردم بعداً یه کار 100 ساعت 200 ساعته عمیق و سنگین داره که بشه این جایی که تو وجودش هست رو، جنبه بد و منفیش رو خالی کرد، پاک کرد، یه مقدار خلایی که وجود داره رو به نوعی پر کرد. و این خلا اون گونه که خدمتتون عرض کردم با یه مقدار حوادث و اتفاقات بسیاره که ذهنش و زندگیش از مادر و جدایی از مادر و مرگ مادر و اینا بره کنار، وارد یه عروسک بشه، یه بازی بشه، یه استخر بشه، یه سینما بشه، یه فیلم باشه، میدونید، ذهن بره سراغ چیزای دیگه و در نتیجه اون توجه و تمرکز از مسئله مادر برداشته بشه، چون اگر اونجا بمونه بعد از مدتی از پادر میاد. بله آقای دکتر، یعنی الان که من خونم روبروی خونشون هست، یعنی شبا برم توی خونه اونا بخوابم کنارش؟
کاملا میتونید انتخاب رو اون بکنه، چون ممکنه بگی مثلا دلم میخواد بیام تو خونه تو کنار تو بخوابم، بیا اینجا. نه تو بیا اینجا پلو من بخواب، شما میرید اونجا. بله فقط اون انتخاب میکنه. میگفتن بعد از باباش سر اینکه کی تو اتاقش باشه یا نباشه شروع میکنید چیز کرد که به این نتیجه برسه که یک اینا هستن، دوتایشون هستن، بعدم من براشون مهمم، بعدم دلشون میخواد کنار من باشن، دارن دعوا میکنن، نه به صورت چیزی، یا دارن مثلا این میگه من 5 تومن میدم به تو، تو بذار امشب من پدر دخترم باشم یا نوهم باشم، اون میگه خیلی خب 5 تومن بگیر برو باش. میدید؟ یعنی بازی که مسئله تبدیل میشه به یه چیزی که گفتم موارد و موضوعی دیگه ذهنش رو اشغال کنه، برای که ما ذهنمون اگر اینجاست من دارم یه منظری میبینم، خب همینو میبینم، ولی اگر بتونم این منظره رو نبینم یه منظر دیگه داشته باشم، معلومه که تاثیر و نتیجه چیز دیگری خواهد بود. بله اون شکر، البته من از 2 سالگی مهد رفته بود، این زمان این مدتی هم که این اتفاق افتاد ما مرتب مهد میفرستیمش. من یکی دیگه از نگرانی اینه که این اصلا برای مادرش گریه نمی کنه، خواستم ببینم خیلی نه. ببینید اولا ببینید بسیاری از مغزها به مجرد که حرف کمی متفاوت بشنون میخنده، بسیاری از اوقات در خصوص خندهشون اشک چشمشون هم جاری میشه. بسیاری از آدم ها هستن که وقتی غمگین میشن اتفاقا ساکت میشن و احساسی نشون میدن، بعضی ها بسیار. بعدم آدم ها برای این گونه موارد تصمیم میگیرن. اینکه من میفرمایید گریه کنه بهتره، حق با شماست، بلکه مقصد با گریه تغییرات بیوشیمیایی در مغز اتفاق میفته که کاملا اشک چشم در زبانهای مختلف نشون میده، تا اون داره دفعش میکنه که کمک میکنه، ولی این فقط وقتی ممکنه که ببینه بقیه گریه میکنن. اما اگر فکر کنه یک گریه کردن بده، دو نشون بده که گریه کردن نشانه ترسه، سه گریه کردن نشانه اینه که واقعیت رو نپذیرفته که در دنیای ذهنی خودشه، بنابراین این حرف این است که اگر کسی دوربرش هست و گریه میکنه بکنه، اگر اون گریه کرد کرد، اگر نکرد نه. و بعدم بهش نگید تو گریه نمی کنی، یا به دیگری نگید نه گریه نمی کنی، چون موقع بچه ها مجبورن سر این حرف بیستن. یعنی اگر من برای مادرم گریه نکردم، یه جا شنیدم که میگم برای مادرش گریه هم نمی کنه، اصلا گریهش هم نمیاد، من حتی اگر 20 دفعه هم گریه هم بیاد خودم رو نگه میدارم. بنابراین تو این گونه موارد اصلا نباید حرفی زد، یعنی گذاشت یه چیزی که عادی اتفاق بیفته. اگرم یه روزی فرض کنی شروع کرد گریه کردن، نباید گفت ای شروع کرد گریه کردن، ببین دیروز گریه کرد، نه، یعنی بذارید هر جوری که دلش میخواد احساسش رو ابراز کنه و پذیرفته است. یعنی ما گفتم پدری و مادری یه دونه مهر بیشتر نداره، یه دونه مهر، با اون مهر تاییده، هر کاری تو بکنی هر چی تو بگی ما تایید میکنیم، گریه کنی تاییده، نکنی تاییده، نتیجتا به عهده خودش میگذاریم و بعدم راجبش صحبت نمیکنیم که بچه گرفتار بشه، چون بسیار از وقت بچه‌ها وقتی یه چیزی میشنون که مثلا این همیشه سر سفره نفر آخره یا نفر اوله یا اصلا شروع نمیکنه یا میذاره بعد از همه شروع کنه، آدما بعدا تصمیم میگیرن که این کار برای همه عمرشون بکنه. به همین جهت باید مواظب بودی، اصلا رهاش کنید، بگذارید خودش باشه و هر چه هست همون رو بپذیرید و همونطور که عرض کردم تایید کنید. آقای دکتر پدرش چه رفتاری باید باهاش بکنه؟ چون پدرش خیلی ناراحت این مسئله است، یعنی پسرم گریه، خب باید گریه خودش رو جای دیگه بکنه، چون ببینید اشکال کار این است که وقتی گریه نمی کنه ببخشید، ولی خودش گریه می کنه، خب بکنه، یعنی بدونی که بچهش ببینه گریه می کنه، خب برو بکن. این هم مطلبی که در خصوص نوتون گفتم، در خصوص اون من وقتی بچه‌ام گریه می‌کردم گفتم می‌خوای مثلا بس که تموم شد بعد یه دقیقه دیگه کمی دیگه هم گریه کنی، چه اشکالی داره؟ گریه که ای با ایرانی نیست، مهمش اینه که از توش نخواهیم بازی در بیاریم یا فکر کنیم بقیه انتظار دارن. من بعضی از این فیلم‌های مراسم عزاداری رو می‌بینم، اینم طرف راحت نشسته تا من دوربین افتاده روش شروع می‌کنه یه جوری گریه کردن یا تو پیشونی زدن، از آدم خنده‌اش می‌گیره، این نمایشه، مسخره، می‌دونید؟ و همچنین که نباید بازیشو در اول، ولی شما به من میفرمایید ببینید اولا پسر شما همسرش از دست داده، مهمتر مادر دخترش از دست داده، بعد از اون به هر حال پشت فرمون بوده، یه نوعی خودشو مسئول و مقصر میدونه در حالی که میتونه اصلا نباشه، یا ممکنه کمی باشه یا خیلی باشه، همه اینا وقتی کنار هم میذاری تو معلومه این ماجرا به این سادگی یا که حل نمیشه. من اون 100 ساعت 200 ساعتی که برای نوتون گفتم در مورد
پسرتون هم هست، ایشون هم حتما باید بره یه کسی که متخصص این موضوع است که هم با استراب کار میکنه، هم حتی ما یه تکنیکی به اسم نوعی سیستماتیک دیسنسیتیزیشن داریم، یعنی یه نوع حساسیت زدایی داره، ولی یه EMDR داریم، Eye Movement Desensitization Reprocessing، اصلا یه تکنیکیست برای که اینا رو بتونن از ذهن آدم به مقدار زیادی خالی کنن. الان فرض کنین سربازان ارتش امریکا که توی کشورهای مختلف میرن برای آدم کشی، بعدم خودشون جلو چشمشون خیلی ها را یا میکشن یا میبینن کشته شدن، اینا وقتی برمیگردن اینجا گیر و گرفتارن و باید این ذهن رو پاک کرد و بسیارشون چون نمیتونن بالاخره پایان خوب و خوشی ندارن. به همجاست که پسر شما بعدا حتما احتیاج به کمک یه روانشناس مرد داره که تو این زمینه باش همراهی کنه و پیش بره. و همونطور که هم گفتم برای نوتون چند سال دیگه است، الان پسرتون باید کمک بگیره برای که بتونون رو پاک کنه و بعد آسیبی به خودش و روانش نزنه و بعدم به عنوان پدر که باید سالم و خوب باشه بتونه دخترش رو کمک کنه. به همینجاست که ایشون احتیاج حتما به کمک داره. البته مدتی گذشته ولی همچنان مطمئنم تأثیر بد و منفیش با پسرتون هست، ولی گریه میکنه که بکنه. اتفاقا یه جمله ای از یکی از ژنرال های ارتش امریکاست که وزیر فکر کنم دفاع هم بود یا من به هر چه، میگه مردی که گریه نمیکنه آدم خطرناکیه. حرف درستیه و حرف به هر حال معنی داریه. به همین جهت است که شما نگران این موضوع نباشید. به هر حال متاسفم بسیار بسیار از آنچه شنیدم، امیدوارم به تدریج بتونید با صبر و شکیبایی اینا رو پشت سر بذارید و این مقداری زندگیتون حالت عادی و معمولی پیدا کنید. به هر حال ممنونم از توجه شما. یه سوال دیگه بکنم. بفرمایید. من دقیقاً نقش مادری رو بایستی براش اجرا کنم؟ نه نه، برای که وقت بعد مسئله خواهید داشت. برای اینکه ببینید شما نقش مادر بزرگیتون رو ایفا میکنید، چون اگر بخواید به جای مادرش بشینید دو تا مشکل هست. اولا از اوتش بر نمیاد، دوم یه بسا پسر شما دو سال دیگه پنج سال دیگه بخواد ازدواج کنه، حالا اون زن وارد زندگیش میشه، بر شما مسئله و مشکل پیدا میکنید. بنابراین نه، شما مادر بزرگ بمونید، پدرش باید پدر بمونه، شما مادر بزرگ بمونید. مادر نداره به همین سادگی، ولی خب نقش رو قرار نیست ایفا کنید، ولی کارا رو که میتونید بکنید. مادرش برش سوونه درست بگرد، شما درست بکنید. مادرش میبردش مهد یا مدرسه، شما میبریدش. بنابراین کارای اونو میکنید، ولی هیچوقت مدعی نمیشید که من مادر تو هم، برای که اون میتونه بچه رو آزار بده. و ضمناً باز یادآور این که تو مادر نداری، من اومدم جای مادرت. آقای دکتر خیلی متشکرم از راهنماییتون. خواهش میکنم. برای من شما هم به ما قول بدین که هیچ وقت تو نشین، همیشه زنده باشین، پناه ما ایرانی ها.